ادامه خبرها خطر سیل خوزستان را تهدید می کند. حجم آب ورودی به سد دز از 300 متر مکعب بر به 3600 متر مکعب بر ثانیه رسیده است. ورودی آب به سدهای استان خوزستان از روز چهارشنبه روند سعودی داشته و در 48 ساعت گذشته یک و یک دهم میلیارد متر مکعب سیلاب وارد مخازن سدهای خوزستان شده است. روز پنجشنبه مرکز اطلاع رسانی سازمان فضایی کشور اعلام کرد از تاریخ نهم اسفند ما شاهد وقوع سیل رودخانه ای در حوزه پایین دست رودخانه های کرخه و کارون در استان خوزستان و آب گرفتگی شهرهای گتوند، شوش، دسفول و اهواز و روستاهای حاشیه این درود خواهیم بود. یک کارگزار رژیم با از آن به بیعملی رژیم در تعمیر سیل ها در خوزستان بعد از سیل بهار 98 از تکرار سیل در پایین دست رودخانه های کرخه و دز خبر داد و گفت در صورت تأخیر در ترمیم ها با توجه به افزایش دبی رودخانه های کرخه و دز احتمال تکرار آب گرفتگی در پایین دست وجود دارد. و افسود سیل بند های برخی از روستاهایی که در سیل بهار امسال دچار آب گرفتگی شده بودند به طور کامل استحکام بخشی و ترمیم نشدند این مسئله احتمال وقوع دوباره سیلاب در این روستاها را با افزایش دبی رودخانه های دز و کرخه به وجود آورده است بیشترین مشکل در سیل بندها در پایین دست رودخانه کرخه در دهستان آهودشت در شوش برخی روستاهای دشت آزادگان و هویزه و در پایین دست رودخانه دز در منطقه بامدژ شهرستان اهواز وجود دارد که تهدید آب گرفتگی را در آنها قوت می بهار امسال در پی تقیان رودخانه های کرخه، کارون و دز 21 شهرستان دچار سیلاب شدند. 133 روستا به زیر آب رفت و 374 روستا به صورت جزئی و کلی تخلیه شدند. و حداقل بنا به اظهارات خود کارگزاران رژیم 400 هزار نفر در خوزستان تحت تاثیر سیل بهار امسال بودند. از سوی دیگر همچنان راه بیش از 375 روستا در استان لورستان، 25 روستا در ایلام و ده روستا در آوج استان غزوین به علت خسارت های ناشی از سیل همچنان قطع است.